چند روزی که مرگ حیوان خونگی الکسا بلیس به اسم لری استیب سر زبونا افتاده و خبرساز شد و از کشتیگیران و هواداران گرفته تا نزدیکان و دوستای همسرش به الکسا بلیس تسلیت گفتن. لری استیب یه خوک نر از نژاد آلمانی که بهش مینی پیک هم میگن در تاریخ 26 می 2017 به دنیا اومده که نایا جکس زمانی که حدوداً یکی دو هفتهش بوده به عنوان هدیه برای الکسا خریدتش که توی توتال دیواز آشنایی الکسا با لری خوکه رو نشون دادن. الکسا هم براش پیج اینستاگرام زد که الان 91 کار رو رد کرده. حالا ما میگیم خوک ولی این از اون مدل کثیفا که تو گل و کثافت زندگی میکنن و توی کثافتشون غلط میزنن نبود و غذای لاکچری مخصوص خودشو داشت و یه روز در میون حمومش میکردن و لوازم مراقبت پوست داشت و براش اتاق مجزا فراهم کرده بودن. این مینی پیک انقدر سوسول بزرگ شد که میانگین 15 تا 18 سال باز زنده میموند اما توی 4 سالگی مرد. داستان چی بوده؟ داستان از این قرار بوده که لری خوکه چند روزی بوده که درد داشته و الکسا در روز دوشنبه مجبور شد برای شو رای 24 می به تامپا بره که تا خونهشون 135 کیلومتر فاصله داشته، ولی با تماس جویای حال خوکش بوده. سه تا سگ خونگی هم داره که همه‌شون رو سپرده بود دست مادرش و بعضی رومرز درست کن‌ها هم گفتن که الکسا از کمپانی خواسته توی شو رای اون هفته حاضر نشه ولی چون نزدیک خونش بوده و توی یه ایالت بودن قبول نکردند و به اجبار رفته، ولی آخرم به خاطر نگرانی و شرایط روحیش نتونست توی شو حاضر بشه. شب به اورلاندو برمیگرده و وضعیت لری خوکه همچنان همونجوری بوده و اون شب به دامپزشکش زنگ زدن اما طرف پیچونده و نیومده و فردا صبح که بیدار شدن دیدن لری خوکه نمیتونه روی پاهاش وایسه و وضعیتش بدتر شده. به گفته الکسا اون روز به 13-14 تا دامپزشک مختلف زنگ زدن ولی هیچ کدومشون قبول نکردن درمانش کنن یا حتی یه مسکن بهش بزنن چون خوکه نسبت به نژادش وزنش زیاد بوده. کار به جایی میکشه که الکسا توی اینستاش استوری گذاشت و از دکترای دیگه و مردم تقاضای کمک کرد و به گفته خودش خیلی از مردم بهش پیام داده بودند و حاضر بودن کمکش کنند و یه پزشک هم قبول کرده بود درمانش کنه ولی از دانشگاه فلوریدا بود و حدود 2 ساعت تا خونه الکسا فاصله داشت. و الکسا هم نمیتونست لری رو با ماشینش به کلینیک برسونه چون دست بهش میزد از درد صداش بلند میشد و قوانین آمریکا هم اینجوریه که بیشتر داروها رو فقط با نسخه کتبی پزشک میشه خرید و به خاطر همین الکسا نمیتونست به صورت تلفنی دستور عمل درمانش رو از پزشک بگیره و خودش یه کاری بکنه. الکسا گفت دنبال دامپزشکی که بیاد خونه هم گشتن ولی کسی قبول نکرد و با این حال همون دکتر چند تا دارو براشون فرستاد تا درد لری خوکه رو کمتر کنه. لری تونست برای چند ساعت روی پاش وایس و غذاشو بخوره و راین نامزد الکسا هم براش آهنگ میخونده، گویا بزرگوار دوست داشته و کمتر از 1 ساعت بعدش لری خوکه افتاد مرد. هیچ کسی کمکش نکرد و آخر سر 1 روز قبل تولد 4 سالگیش مرد و خبرشو الکسا بلیس با این پست توی اینستاگرامش اعلام کرد و نوشت لری استیو امروز صبح 1 روز قبل از تولد 4 سالگیش بال در آورد و پر کشید. خیلی متاسفم که نتونستم برات کمک فراهم کنم. بعضیا درکمون نکردن ولی من میخوام بدونی که زندگیت برامون مهم بود. واقعا قلبمون شکست. بعد 3 روز این پست با 380 هزار تا لایک تا به الان به رتبه 10 پر لایک ترین پستای الکسا توی اینستاش رسید و تو روز تولد لری خوکه که فردای روز مرگش بود الکسا و راین یه لایو گرفتن و چند تا از آشناهاشون رو آوردن بالا و بعضی واسش آهنگ تولد خوندن، اما کلن هدف لایو جمع‌آوری پول برای یه مؤسسه بازپروری و حمایت از حیوانات رها شده و خیابونی به نام اوین کینگ ایکر بود که مؤسسش یه دختر 18 سال است. 1 ساعت و 40 دقیقه لایو رفتن و بیشتر از 16,000 دلار حدوداً 400 میلیون تومان جمع کردند و به اون خیریه دادن. یه عکس هم الکسا منتشر کرد از هدایایی که به لری خوکه بابت تولدش دادن که به گفته خودش اینا فقط بخشی از هدایای فرستاده شده هستن. حالا کاری با پیشبند و حوله و غذای مختلف و آبرنگ و ماژیک و اسباب بازی‌ها نداریم، اون کرم مرطوب کننده و
لوسیون شفاف کننده پوست چی میگن اونجا؟ سطح زندگی یه خوک از منی که برام کادو تولد پارچ و ظرف میوه می آوردن خیلی بالاتره. بادی مورفی دوست پسر سابق آلکسا بلیس هم توی اینستاگرام پست گذاشته و نوشته امروز با یه تماس دلخراش از خواب بیدار شدم و بهم خبر داد که پسرم فوت کرده. لری یکی از اعضای خانوادمون بود، یکی از ما بود، یه پسر کله شق ولی به همون اندازه و نه کمتر از هیچ کس دیگه دوست داشتنی بود. من آدم احساساتیم و همین الان که دارم اینو می نویسم عکسای لری رو توی گوشیم می بینم و اشکام دارن سرازیر می شن و قلبم گرفته. دوست دارم لری بر، در آرامش بخواب. لری خوکه لقبم داشته به نام خرس یا بر. رایان شریک زندگی الکسا بلیس هم پست گذاشته و نوشته قبل از اینکه لری دوست داشتنیمون به طرز غیر منتظره دیروز صبح فوت کنه، من فرصت اینو پیدا کردم که برای بار آخر براش آهنگ بزنم که یکی از کارهای مورد علاقش بود و میتونستیم لذت رو توی چشماش ببینیم و اون عاشق گیتار آکوستیک بود، طوری که احساس می‌کردم که انگار من واقعا این کارو خوب بلدم. امشب ما میخوایم به خاطر تولد لری و اون شادی که به زندگیمون آورد به همون شکلی که میدونیم دوست داشت جشن بگیریم و برای خیریه که پناهگاه و مرکز نجات هست پول جمع کنیم. لطفاً در ساعت فلان برید تو پیج الکسا تا هم خاطرات بامزه لری رو براتون تعریف کنیم و هم سطح آگاهی در مورد اهمیت وجود دامپزشک برای حیوانات بزرگ غیر از سگ و گربه رو بالا ببریم. و همچنین اجرای زنده ای آکوستیک توسط خودم و چند تا از دوستای هنرمندم و الکسا رو خواهیم داشت. لینک دونیت هم که توی بایو هستش رو میتونید الان اقدام کنید و بیایید با هم تولد لری رو برای یک هدف بزرگ جشن بگیریم. الکسا بلیس هم در ویدیویی از تمام کسایی که تسلیت گفتند و دلداریش دادن تشکر کرد که با هم ویدیوش رو میبینیم. Thank you to everyone who has reached out about Larry and to let everyone know that I really appreciate the amount of support and people who have called and texted. I will get back to you. I just can't yet because we're still trying to kind of wrap our heads around what happened. Larry went very quickly. Digressed really quickly and we don't really fully understand it yet, but he was surrounded by people who loved him. You know, my family was there, we were petting him, and Ryan was playing him music on his guitar because Larry loves music. And I just want to say to any animal care person or vet, you know, no matter how big an animal is or how different they are, please help them. I hope Larry's story helps open people's eyes to, you know, the realities of having animals around his size. And I just want people to, you know, do better. We are going to celebrate Larry's birthday tomorrow. I really want to do something where we celebrate his birthday and maybe do like a charity thing to raise money for an animal rescue. And if that's something that you guys are interested in or seeing or anything like that, just let us know. And again, thank you. امیدوارم که اگه حیوان خونگی دارید حالش خوب باشه و اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید و از طریق سایت raymeet.ir/thegame666 میتونید منو حمایت کنید و تا ویدیوی بعدی مراقب کسی که حالتون رو خوب میکنه باشید. Larry's a lot cuter than my butt.